نحوه وارد کردن مدل های طراحی شده در نرم افزار دیزاین مدلر انسیس برای اینکه ما بخوایم یک مدلی که در نرم مثل کتیا و یا سالید ورکس و یا هر نرم طراحی دیگه ای که بتونیم از اون فرمت خروجی STP دریافت بکنیم و در نرم افزار انسیس اونا وارد کنیم بدین صورت عمل میکنیم که یک بار بر روی محیط جیومتری کلیک راست میکنیم و در اینجا بر روی فرمان ایمپورت جیومتری بر روی فرمان بروز کلیک چپ میکنیم و مدلی که مد نظر داریم با فرمت استیپیو وارد میکنیم همونطور که مشاهده میکنیم در این قسمت محیط جیومتری یک تیک ظاهر شد و در محیط مش که محیط بعدی پس از محیط جاومتری هست و محیط قبل از ورود به محیط فلوئنت هست به حالت عملیات و یا تحت انجام یک عملیات در اومد. نحوه دیگه ای که میتونیم یک مدل یا وارد محیط دیزاین مدلر بکنیم اینه که ابتدا با استفاده از ریست به حالت قبلی برمیگردیم سپس وارد محیط دیزاین مدلر میشیم و در این محیط با استفاده از منوی فایل بر روی فرمان ایمپورت اکسترنال جیومتری فایل کلیک چپ میکنیم و همونطور که گفتم مدلی که با فرمت STP هست میتونیم در این قسمت وارد کنیم همونطور که مشاهده میکنید لحظه ای که این فرمان رو اجرا میکنیم در این محیط تمامی گزینه های طراحی به حالت غیر فعال ظاهر میشه یعنی هیچ گزینه یا ما نمیتونیم انتخاب بکنیم همچنین فرمان ایمپورت در اینجا یک علامت زرد رنگ در کنار اون ظاهر میشه که به معنای اینه که یک عملیاتی در حال انجامه در اینجا در پنجره دیتیل ویو همونطور که مشاهده میکنین برای اینکه بخوایم یک مدلی که وارد نرم افزار دیزاین مودله را انسیس میکنیم صفحه مد نظر اون رو انتخاب کنیم در قسمت بیس پلان صفحه مدنظر نظر رو انتخاب میکنیم میتونه x باشه سپس اپلای میتونه zx باشه سپس اپلای یا yz همچنین در قسمت اپریشن در صورت که بخوایم مدلی که طراحی کردیم به صورت توپور باشه از قسمت اد متریال و در صورت که بخوایم به صورت تو باشه از قسمت اد فروزن استفاده میکنیم در نهایت برای نمایش دادن مدل و همچنین برای فعال شدن قسمت هایی که همکنون غیر فعال هستند از فرمان جنریت استفاده می و یک بار کلیک چپ می همونطور که مشاهده می مدلی که طراحی کردیم همکنون در نرم افزار دیزاین مدل انسیس نشون داده میشه. در صورتی که بخوایم فرمان ایمپورت رو که یک بار اجرا کردیم دوباره به حالت قبلی یعنی حالتی که در حال انجام این عملیات بود برگردونیم یک بار بر روی آن کلیک راست میکنیم یک بار بر روی آن کلیک راست میکنیم و بر روی Edit Selection کلیک چپ میکنیم در اینجا بر روی Add Material کلیک میکنم و دوباره این فرمان رو جنریت میکنم در این حالت به صورت توپور نشون داده میشه در فرمان Import همونطور که در قسمت دیتیل ویو نشون داده شده تمامی قسمت های مدل طراحی شده در نرم افزار کتیا رو به ما داده نشون میده خطوط بر روی سطح سطوح حجم جیومتری جدا شده خطوط جدا شده و انواع دیگه از پارامترهایی که به صورت جدا شده و یا جدا نشده در نرم افزار دیزاین مدلر نشون میده زمانی که ما بر روی یکی از این گزینه ها حالت نو رو فعال کنیم یا همون حالت یس yes رو بذاریم باشه فرمان ایمپورت دوباره به حالت عملیاتی ظاهر میشه و برای اینکه به صورت تیک در بیاد بایست دوباره بر روی فرمان جنریت کلیک چپ کنیم تا به حالت و قبلی خودش برگرده